یکی از اشکالات ایران اینه که در داخل آمریکا لابی نداره. الان سیونیست ها لابی دارن، حتی ارامنه لابی دارن و لابی های خیلی قوی دارن. اطلاعات فوق العاده هدایت شده ای رو به افکار عمومی آمریکا، حتی به دولت مردان آمریکا میدن. ایران قدرت لابیش ضعیفه. یعنی ما الان ایرانی های بسیار به طور تاثیرگذار ترین و داره بالاترین درآمد هستن. بله بالاترین درآمد هستن. به نظر من دوستان ما در وزارت خارجه باید تلاش بکنن لابیای قوی در داخل خود آمریکا درست بکنن. دیپلماسی عمومی شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی این شما هستید که در دیپلماسی عمومی باید یاری کنید، کمک کنید. و شما عزیزانی که مقیم کشور آمریکا هستید، آستین ها رو بالا بزنید. ما به شما نیازمند هستیم. البته شما میدونید که اسرائیل لابی بسیار قوی در آمریکا داره، در کنگره نفوذ داره، کار زیادی کردن و اتفاقا این ما هستیم که باید جای خالی یک لابی قوی ایرانی رو در آینده پر کنیم. باید کاری بکنیم که در بخش‌های مختلف عده‌ای تلاش بکنن برای اینکه افکار ایران، مواضع ایران، نظرات ایران، ملت ایران رو به گوش مردم آمریکا برسونن. و من فکر میکنم خود ایرانی هایی که اونجا حضور دارن باید اونها اولین قدم رو بردارن. جامعه آمریکا، حتی جامعه سیاسی آمریکا، یک مجموعه منسجم یک پارچه نیست. گرایش های متضاد بعضن در این مجموعه وجود داره و این مجموعه پیچیده همونطور که جای بازی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده، باید امکان حضور فعال برای ایران هم فراهم بکنه. من اینجا یک نکته رو میخوام بهش توجه بدم و اون حضور یک جمعیت عظیم فرهیخته ایرانی در آمریکاست که اینا باید به عنوان سرمایه های ایران حساب بشن. اینا باید، اینها هم میتوانن به عنوان گروهی که دیدگاه دارن، منافع کشورشون هست، منافع سرزمین به قول خودشون و به قول ما مادری و پدریشون هست، از این منافع دفاع بکنن و اجازه ندن یک گروه کوچکی بتوانند منافع خودشون رو، دیدگاه های جنگ طلبانه خودشون رو نه تنها بر ایران و بر جامعه بین المللی بلکه بر آمریکا هم تحمیل